در همین رابطه همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه ماست. تروسک، درباره همین هشدارهایی که در خصوص حمله گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی از خاک سوریه به اسرائیل داده میشه و تحولات اون منطقه، چه جزئیات بیشتری دیگه‌ای داریم؟ ریحانه، از روز شروع این جنگ به طور مداوم گزارش‌های متفاوتی از داخل سوریه داره منتشر میشه، خصوصا مکان‌هایی که گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در اون مستقر هستن. و طبق چیزی که شما گفتید، دیدبان حقوق بشر سوریه امروز گزارشی منتشر کرده که در اون تاکید کرده که اگرچه رهبری نظام رژیم اسد به نیروهاشون اعلام کرده که هیچ گلوله‌ای به سمت خاک سوریه اسرائیل شلیک نکنند، اما گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در آماده باش هستند و افرادی وابسته به این گروه‌های شبه نظامی در روزهای گذشته شلیک کردن به سمت راکت‌های رو به سمت خاک اسرائیل شلیک کردن و این منجر شده که اسرائیل هم پاسخ بده، که دو نمونه از اون میتونیم حمله روز پنجشنبه رو بهش اشاره شده در این گزارش، یا حمله شب گذشته اسرائیل به فرودگاه حلب در سوریه بهش اشاره شده. این گزارش در واقع میتونه تاییدی باشه بر گزارش‌هایی که در چند روز گذشته از سوی منابع خبری و یک سری روزنامه‌نگار سوری منتشر می‌شد که تأکید می‌کردند جمهوری اسلامی ایران داره نیروهای هشت شعبی شبه نظامیان عراقی رو از طریق خاک سوریه به لبنان منتقل می‌کنه. حتی در این دو روز گذشته انتشار تصاویر یک سری از فرماندهان هشت شعبی، برای نمونه ابو اسرائیل که یکی از فرماندهان بسیار مورد توجه در عراق هستش از هشت شعبی، تصاویر خودش رو در بین نیروهای حزب الله لبنان منتشر کرده، اعلام کرده که به حزب الله لبنان و به حماس کمک میکنه علیه اسرائیل. این خبرها بسیار در رسانه‌های عراقی، در رسانه‌های عرب زبان بازتاب داشته، از اینکه به طور مداوم جمهوری اسلامی داره از خاک سوریه استفاده میکنه برای حمله به اسرائیل. همین میتونه البته در این راستا باشه که یک مقام وزارت امور خارجه اسرائیل هم تایید کرده بود که جمهوری اسلامی داره از خاک سوریه برای باز کردن یک جبهه جنگ دوم علیه اسرائیل استفاده میکنه. متشکرم از توضیحات همکارم تروسک صادقی، پاریس.